بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کسیه و دلق خود ارزق نکنیم. ای به درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. اگر به سمت خوب بودن حرکت میکنی، از نگاه ها، کنایه ها، تمسخرها و حتی شکست ها نترس، به حرکت ادامه بده، خدا با توست. سلام به شما عزیزان و همراهان همیشگی دنیای زن. خدا رو شکر برای اینکه دوباره مهمون خونه های پرمهرتون هستیم. موضوع این هفته تمسخر هستش. اسمهای دیگه این بیماری استهزا، دست انداختن و آبروی دیگران رو بردنه. خواهر مجده عزیز امروز برای ما در مورد این بیماری و دیدگاه کتاب مقدس راجع به این موضوع بیشتر توضیح میدن. بازم به کارگاه سوزان عزیز میریم و کار زیبای امروزش رو با هم خواهیم دید. یک گفتگوی زیبا و شنیدنی دیگه هم داریم که دعوتتون میکنیم حتما ببینید. و در انتهای برنامه با رهبری نیلوفر عزیز خداوند را خواهیم پرستید. پس با ما همراه باشید. یاسمن جان و ساناز جان میخواییم درباره تمسخر صحبت کنیم. یاسمن جان شما تجربه ای دارید در مورد تمسخر کردن؟ خب واقعیتش فرشته جان اگه من بخوام صادقانه صحبت کنم، من جز اون دسته از آدمایی بودم که مسخره کردن بقیه بر من خیلی کار جذابی بود و مخصوصا حالا اگه یه دور همی یه مهمونی بود آخر شب که اون جمع فضای ذره خصوصی تر میشد، دور هم جمع میشدیم و حالا شروع میکردیم به مسخره کردن بقیه و متاسفانه من خیلی لذت میبردم. دقیقاً خیلی برای من لذت بخش بود. و میتونیم بگیم که شاید مسخره کردن بقیه یه ذره ریشه داره تو غیبت کردن، یعنی از اون میاد سرچشمه میگیره. یه جور تفریح بود برای شما؟ دقیقاً برای من واقعا متاسفانه خیلی جذاب بوده. برای منم شهادت که چیزی که گفتین تجربه شخصی منم بود. درسته. واقعا همینطور بود. منم کسی بودم که یعنی قبل از اینکه به مسیح ایمان بیارم کسی بودم که واقعا توی جمع حالا دوستا یا فامیل می‌نشستیم کنار هم دیگه، واقعا یه چیزی داشتم برای اینکه حالا از نوع لباس پوشیدن یا حرف زدن میتونستم واقعا این کار رو انجام بدم، تمسخر میکردم دیگرانو. ولی از زمانی که به مسیح ایمان آوردم، نه همون اول، ولی این تجربه رو بعد از چند وقت وقتی که کتاب مقدس رو خوندم و برجسته ترین آیشم برای من مزمور یک هستش که کلام خدا میگه خوشا به حال کسانی که به مشورت شریران نمیروند و در راه گناهکاران نمیستن و به محفل تمسخر کنند نگاه نمیشینند. وقتی من اینو واقعا این آیه رو درک کردم که چه کار بدیه که من دارم انجام میدم و چه گناه بزرگیه و دل خدا رو میرنجونه، من دیگه این کارو نمیکردم. و وقتی بعد از ایمانم دوباره تو همون جمع قرار گرفتم، دوستا یا فامیل بهم میگفتن تو افسرده شدی دیگه، اون ساناز سابق نیستی. ولی خدا رو شکر میکنم که امروز خداوند فکر منو عوض کرده و اگه اینجا هستم
ایمان دارم که خداوند نقشه‌های زیادی برای من داره، میخواد که کاملا من مقدس باشم و میخواد که فکر من عوض بشه و من در اون پاکی زندگی کنم، چون کار خدا تبدیله و خداوند بهترین نقشه رو برای فرزندانش میخواد. بله و ساناز جون، من برخلاف شما دوتا عزیز که دیگران رو تومه، در واقع ما تومه قرار میدیم دیگران رو که لذت ببریم، من تومه قرار داده شدم و همیشه به خاطر فرهنگم و جایی که بزرگ شدم مورد مسخره دیگران قرار گرفتم و عذاب بسیاری کشیدم و بسیار زجرآور بود، چون که به هیچ عنوان نمیتونستم از خودم دفاع کنم، ولی در ایمان به مسیح چون خداوند منو همینطوری که هستم پذیرفت، خودم هویت خودم رو وقتی پیدا کردم، از اینکه فرزند خدا هستم به خودم افتخار کردم و دیگه اجازه ندادم که به دیگران یا کسانی که فرهنگ من رو، زبان من رو، رفتار من رو یا شخصیت من رو زیر سوال ببرن و یا حتی مورد تومه بخوام قرار داده بشم که باعث سرگرمی دیگران بشم. به هر کسی که بخواد فرهنگ من و زن بودن من رو بخواد به تمسخر بگیره، نه میگم محکم و میستم و خدا رو شکر برای این تبدیل، خدا نگاه و فکر ما رو عوض میکنه. دقیقاً، چون خداوند به قلب نگاه میکنه، به ظاهر نگاه نمیکنه. و امروز کار خدا همینه، خدا میخواد که ما در اون راستای که پاک باشیم، مقدس باشیم، برای خدا بی عیب زندگی کنیم. و کار خداوند همینه و امروز خداوند افکار من رو عوض کرده. میگم اگر اینجا هستم واقعا ایمان دارم که خدا میخواد کاملا افکار و زبان من رو شفا بده و در حضور خدا واقعا شما شفا. به نظر من شاید میشه اینجوری گفت که مسخره کردن بقیه در واقع مسخره کردن خود شخص نیست. حالا شاید ما اگه چاقی، لاغری، نوع گویش، سلیقه‌ش رو حتی مسخره میکنیم، داریم به اون کسی که این موجود رو به وجود آورده در واقع توهین و بی‌احترامی میکنیم. و الان دقیقاً و الان وقتی که ما مسیحی شدیم و تو این راستا داریم قدم برمیداریم، تازه به این درک رسیدیم که خب داریم علاوه بر به اون شخص که توهین میکنیم و زیر سوال میبریمش، یه شخص خیلی بزرگتر از اونم داریم در واقع بهش توهین میکنیم و بی احترامی میکنیم. دقیقاً، چون خدای پدر همه انسانها رو دوست داره و محبت میکنه و هر کسی رو همونطور که هست، همونطور که آفریده دوست داره و میپذیره. خدا شکر برای این صداقتتون و تجربیاتتون و برای این وقت و موقعی که در اختیار همدیگه گذاشتیم و لذت بردیم. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم از شما. خواهش می‌کنم. مرسی. ممنونم. شوخ طبعی، بذله‌گویی و مزاح یکی از شیرین‌ترین و زیباترین مهارت‌های فرد می‌تونه باشه. اشخاصی که این صفت رو دارن نه تنها با زنده‌دلی هر مجلسی رو گرم می‌کنن، ولی می‌تونن سخت‌ترین مطالب و واقعیت‌ها و حتی ارزش‌های روحانی رو در قالب شوخی و مزاح به دیگران منتقل کنن. مشکل اونه که غالباً بین شوخ طبعی و تمسخر مرز بسیار باریکی است که شکسته شدن اون به قول کتاب مقدس میتونه شهری رو به آشوب بکشه. همونطور که در امثال 29:8 میخونیم که مثل فارسی ما هم که میگه از باد باران خیزد، از شوخی جنگ، گواه همین حقیقت هست. پس چی کار کنیم؟ به خاطر این خطر شوخی رو در کل کنار بذاریم و تبدیل بشیم به مسیحیانی خشک و جدی که هیچ جور شوخ طبعی در زبانمون نیست؟ البته که نه. پس چطور میتونیم این مرز رو بشناسیم و اونو حفظ کنیم؟ شاید دو تا راهکار بتونه در شناخت و احترام به این حریم به ما کمک کنه. اول اینکه همه در شوخی به یکسان ظرفیت ندارن. شاید شما بتونید یه شوخی رو با دختر خودتون بکنید و هر دوتون هم ازش لذت ببرید و بخندید، ولی همون شوخی رو اگه با مادرتون بکنید هم بر بیادبی یا مسخره کردن باشه. گذشته از اون، باید در نظر گرفت که افراد به خاطر پیشینه خانوادگی یا فرهنگی یا حتی آسیبای اجتماعی و همینطور سن و سال خودشون فهم یکسانی از شوخی ندارن. اگه شما منظور خاصی از اون شوخی نداشتید، تضمین نمی‌کنه که دیگران هم نباید ناراحت بشن.
این دلیل بی جنبه بودن اونا یا شوخی نفهمی اونا نیست. دلیل اونه که تجربه های زندگی اونا با شما متفاوت بوده. کلام خدا از ما میخواد که در احترام گذاشتن به یکدیگر از هم پیشی بگیریم، همینطور که در رومیان 12:10 میخونیم. واقعیت اینه که گاهی تمسخر و دست گرفتن دیگران در زیر نقاب زیرکانه شوخی و تحقیر و مخصوصا تحقیر دیگران خودشو ظاهر میکنه. همه ای ما این تجربه رو داریم. در مواقعی که سهواً این مرز رو شکستیم، بهترین راه اونه که فوراً پوزش بخوایم و اشتباه رو به گردن خودمون بگیریم، به جایی که بخوایم توجیه کنیم که این شوخی بود یا چرا از کا کوه میسازی یا چقدر بی جنبه هستی. اگر کسی شوخی ما رو تمسخر دونست، اشکال با گیرنده نیست، اشکال با فرستنده هست و برای پیشی گرفتن در احترام به دیگران چاره‌ای جز عذرخواهی نیست. دومین راه داشتن شوخ طبعی ولی خودداری از تبدیل اون به تمسخر اینه که برای بذله‌گویی و خوشمشربی از حساب خودمون برداشت کنیم تا از حساب دیگران. شبان کلیسای ما فردی هست خیلی شوخ طبع و پرمزاح. اون میتونه بزرگترین حقایق روحانی رو با چند مثال خنددار و بامزه به ما منتقل کنه. موعظه های او به خاطر همین شوخ طبعیش جذاب و در این حال پرمغز است و هرگز از شنیدنش کسل نمیشی. ولی من چیزی که در مورد اون توجه کردم اینه که همیشه از خودش و ضعف‌های خودش و ندونم کاری و چالش‌های روحانی خودش مثال میزنه و هیچ وقت نشده که اعضای کلیسا یا حتی فرد ناشناسی رو تأخیر کنه و از اشتباهات اون مثال بزنه. کلام خدا در امثال 21:24 میگه مرد مغرور که تمسخرگرش نامند با نخوت بیحد عمل میکند. به بیان دیگه کسایی که دیگران رو مسخره میکنن مغرور و متکبرن، به نحوی خودشونو بهتر از دیگران میدونن و خودشونو مبرا از اشتباه و خطا میدونن. فروتنی در اونه که در حین بذله‌گویی دیگری رو تحقیر و بی‌آبرو نکنیم. در آخر میخوام به نکته کوتاه برای خیلی از ما که شاید قربانی استهزا و تمسخر دیگران بودید اشاره کنم. روی سخنم مخصوصا به کسایی هست که به خاطر ایمان خود به مسیح مورد مسخره و ریشخند و شماتت و استهزای دیگران هستند، که از یک لحاظ جای تعجبم نیست. در کلام خدا انجیل متی باب 27 آیه 29 میخونیم که خداوندمان عیسی مسیح خودش متحمل استهزا شد. حتی روی صلیب سربازان اون رو با بیرحمی دست گرفته بودن. همینطور انبیا و مردان و زنان خدا متحمل اون شدن. به طور مثال میتونید به نهمیا باب 4 نگاه کنید که وقتی نهمیا از فرمان خدا اطاعت میکرد چه ریشخندها که نشنید. ارمیا هم همین تجربه رو داره وقتی میگه تمام روز مضحکه شدم و هر کس به ریشخندم میگیرد. چرا؟ چون کلام خدا رو منتقل میکرد، همونطور که در ارمیا 20:7-8 میخونیم. بیچاره الیشا تاسی سرش هم مورد تمسخر مردم بود، همونطور که در دوم پادشاهان باب 2 آیه 23 میخونیم. باشد که کلام عیسی مسیح در انجیل متی باب 5 آیه 11-12 دل شما رو تو اینجور مواقع تشویق کنه. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بد به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رسانیدند. خدا زبان ما را از آفت تمسخر نجات بده و تحمل ما رو در زمانهایی که به خاطر اسم اون متحمل استهزا میشیم افزایش بده.
عزیزان، وقتش رسیده که بریم سراغ کارگاه سوزان عزیز و ببینیم چه ایده تازه‌ای داره برای حفظ آیه امروز. سلام به شما عزیزان در خداوند ما عیسی مسیح. ممنون که تا این قسمت برنامه همراه ما هستید. آیه حفظی امروز از امثال باب 26 آیات 18 و 19 هستش. همچون دیوانه‌ای که تیرهای آتشین و مرگبار پرتاب کند، همچنان است کسی که همسایه خود را بفریبد و گوید مزاح کردم. آمین. امروز میخواییم با همدیگه با یک شیشه مربع خالی یک وسیله تزئینی درست کنیم که تو خیلی از جاها ممکنه به کار شما بیادش. پس اول از همه به یک شیشه مربع خالی احتیاج داریم. آیه‌مون رو هم روی دونه کاغذ نوشتیم و چند تا گل پلاستیکی و یا از هر جنسی که هست میتونیم داشته باشیم. از آهک و یا سیمان سفید میتونیم برای این کارمون استفاده کنیم. وقتی که گلمون رو توی آب آهک یا آب گچ قرار دادیم میذاریم برای چند ساعتی خشک بشه و مجدداً همین کار رو تکرار میکنیم. برای چندین بار این کار رو ادامه میدیم تا سیمان و یا گچ یا اون آهک بتونه کاملاً اون گل رو بپوشونه و به شکل گچی درش بیاره. من قبلاً چند تاش آماده کردم. تزیینی ما آماده هستش. شما میتونین از این ظرف برای پنبه آرایشی و یا هر چیز دیگه‌ای که دوست دارید استفاده کنید. امیدوارم که از درست کردنش لذت ببرید. به خدای منان میسپارمتون. خدا نگهدار. آرامش بخشیدن به دوستان و چقدر شادی بخش شاد کردن عزیزان و چقدر مسرت بخش تشویق دیگران. کسانی که در زندگی احساس آرامش میکنن لبخند رو سرمشق خود میسازن، امید رو هر روز دعا میکنن، عشق رو یاد میدن و محبت رو فراموش نمیکنن. به پایان این قسمت از برنامه دنیای زن رسیدیم. چه نکات عالی امروز در مورد تمسخر کردن دیگران شنیدیم.
ممنون از همراهی گرمتون. راه‌های ارتباطی با ما رو میدونید و همین لحظه هم روی صفحه برنامه هستش. حتما باز برای ما بنویسید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. باشه که کار خداوند عمیق‌تر به پیش بره. میخوایم که برای چند لحظه سرامون رو در حضور خداوند خم کنیم و دعا کنیم که خداوند زبانی بنا کننده به تک تک ما ببخشه. آمین. لادن شما دعا کنید. حتما خداوند تو رو شکر میکنیم برای اینکه تو برای هر چیزی فکر کردی، چه بزرگتر چه کوچکتر. خداوند عزیزم تو رو شکر میکنیم برای اینکه تو خدایی هستی که دل تو از ناراحت کردن دیگری شاد نمیشه، بلکه دل تو دل تشویقه خداوند، دل محبت هستش. کمک کن خداوند این گونه زبان رو به ما بده، نباشه که با تمسخر، با تحقیر، با پایین آوردن دیگری بخوام که شخصی رو جلوی اطرافیان خورد کنیم یا بشکنیم. به نام عیسی مسیح خداوند کمک کن که این مزمور زیبا که میگی که ننشینیم در مجلسی که استهزاست، ننشینیم در مجلسی که تمسخره، در مجلسی که پایین آوردن شخص دیگه هست، بلکه خداوند زبان ما زبانی باشه برای بنا، برای تشویق، برای بالا بردن. خداوند عزیزم دعا میکنم برای شخصی که امروز خداوند این برنامه رو داره میبینه، شاید خداوند خیلی ها به او گفتن که اتفاقا تو زبانت زبان تمسخری هستش و با این زبان دیگران رو پایین میاره. باشه که همین لحظه خداوند تو رو ملاقات کنی. خداوند زبان تلامیز به او ببخشی. خداوند عزیزم تا صدای زیبای تو رو بشنوه. ممنون تو هستم خداوند. یک بار دیگه به ما یادآوری شد خداوند که تو چگونه زبانی رو دوست داری. زبانی که تشویق میکنه، نه زبانی که تمسخر میکنه. به نام عیسی مسیح ما رو در این مسیر آموزش بده و یاری برسون. آمین. در نام عیسی آمین. 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 در ادامه برنامه با نیلوفر عزیز همراه میشیم برای پرستش. ولی قبل از اون همینجا با تک تک شما عزیزان خداحافظی میکنیم. فیض خداوند، عیسی مسیح، محبت خدا و رفاقت روح القدس با همه شما باشد. آمین. طالب حضور تو تحت قدرت روحت پدر، جسمم را مطیعت کنم. بشکنی تا
روزی بر جسم خواست روح توست، اندر این نبرد درون فیضتا نما تا غالب شوم، گردد این تن من زبون، بشکن این پوسته سخت من ای خدا، به روح خود تا در اون